رازهای یک انفجار. 10 سال پیش وقتی تهران هم لرزید. دار مهیب در نزدیکی ملارد کرج. حادثه‌ای که ظهر 21 آبان ماه اینجا اتفاق افتاد. پایگاه موشکی مدرس در 50 کیلومتری غرب تهران. مکانی که سخنگوی سپاه پاسداران آن را مرکز جهاد خودکفایی خواند و انفجار را حاصل حادثه‌ای در انبار مهمات. دلیل این حادثه نقل و انتقال مواد منفجره از یک زاغه مهمات بود. بر اساس آمار رسمی در این انفجار 27 نفر کشته شدند. در بین کشته شدگان یک چهره سرشناس هم بود. حسن تهرانی مقدم که مقام‌های جمهوری اسلامی او را پدر موشکی ایران می‌خوانند. در راه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی که حالا در سالگرد آن اتفاق سایت‌های منسوب به رهبر جمهوری اسلامی این تصویر را به مناسبتش منتشر کردند. در آستانه از سرگیری مذاکرات احیای برجام، تهرانی مقدم مسئول پروژه‌ای بود که حساسیت جامعه جهانی را به دنبال داشته. توسعه موشک‌های دوربرد. در وقت موشک زمین به زمین فقط به شما این جمله رو میتونم بگم: مرزی برای برد وجود ندارد. مقام های جمهوری اسلامی خبرهای جسته و گریخته درباره تروریستی بودن حادثه را تکذیب کردند. 5 سال پیش برادر تهرانی مقدم برای اولین بار گفت که مرگ پدر موشکی ایران حاصل یک عملیات ترور بوده. او فاش کرد که تهرانی مقدم قرار بود پروژه مهم را آزمایش کند. در جان ما یک کار مهمی روز یک شنبه داریم. اگرچه مقام های سپاه بلافاصله این خبر را تکذیب کردند، اما 2 سال پیش در سریال گاندو که با حمایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ساخته شد، برای اولین بار از نقش اسرائیل و مجاهدین خلق در مرگ تهرانی مقدم سخن به میان آمد. آقا تو ماجرای انفجار سامانه موشکی ما در آبان سال 90 ردپای موساد و سازمان منافق دیده شد. رونالد بگمن، روزنامه‌نگار اسرائیلی، هم پیشتر فاش کرده بود که این عملیات با دستور تامیر پاردو، رئیس پیشین موساد، انجام شده و به نوشته روزنامه‌های اسرائیلی با کمک مجاهدین خلق، سازندگان گاندو در این سریال به اسناد ویکیلیکس استناد کردند. اما آنها ترجیح دادند بخش مهمی از سند را پنهان نگه دارند. در سندی که از مجموعه امنیتی استرارفور نشر کرد، حادثه بیدگنه نقشه ترور رهبر جمهوری اسلامی بود. به نوشته این سند قرار بود علی خامنه ای در یک مراسم آزمایش موشکی شرکت کند. تیم حفاظت خامنه ای به او درباره امنیت این پایگاه موشکی اطمینان خاطر داده بودند. همین منبع از بازداشت چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران خبر داد و تاکید کرد که خامنه ای پس از این اتفاق دستور بازجویی از سیاسی‌ترین فرزندش مشتبه را هم صادر کرد. سند منتشر شده در ویکیلیکس از طرح یک کودتا گفته. قرار بود پس از مرگ خامنه ای تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران یک شورای موقت حکومتی تشکیل بدهند. شورایی به ریاست مشتبه خامنه ای. تهرانی مقدم در کنار قاسم سلیمانی از اصلی ترین مهره های علی خامنه ای برای فعالیت های جمهوری اسلامی در خاورمیانه بودند. منزل حاج قاسم و حاج حسن با هم همسایگی جا بودند. پس از مرگ تهرانی مقدم، حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، از اهمیت موشک های او برای لبنان گفت. 10 سال پس از مرگ حسن تهرانی مقدم، جمهوری اسلامی علاقه به واکاوی آن ندارد. عملیاتی خرابکارانه محصول اسرائیل یا پروژه‌ای برای ترور علی خامنه‌ای و شاید هم هر دو. در هر صورت این انفجار به مرگ یکی از چهره‌های کلیدی رهبر جمهوری اسلامی برای شکل‌دهی هلال شیعی در خاورمیانه انجامید. اگر مسیری که نظر ولی و دعای ولی پشتش باشه، انتهاش فتح و نصرت الهی را حتما مخواهیم داد. در دستگاهی فکری که حالا تهرانی مقدم را فرمانده امام 12 شیعیان می‌خواند. گفتم خب مشغول چه کاری هستی؟
گفت حکمی گرفتم اخیراً، شدم فرمانده عملیات این واقعی بزرگی که قرار اتفاق بیفته. پس از انفجاری که در آن خطر از بیخ گوش نایب امام زمان آنطور که حامیانش میگویند گذشت. مجتبی پور محسن، لندن.